سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت تمام شما بیننده های عزیز برنامه سبق از تلویزیون جهانی آریانا. خب یک کاغذ و قلم بر می دارید کانکوریان و دانش آموزان عزیز و ما در ادامه درس قبلی بحث ارقام با اهمیت را معرفیش کامل می کنیم. دقت داشته باشید. در بحث ارقام با اهمیت که ما در جلسه درسی قبلی خواندیم، ارقام با اهمیت، یک تعریف بسیار ساده از ارقام با اهمیت داشتیم. گفتیم اعداد و ارقامی که حاصل اندازه‌گیری را تعیین کنند به نام ارقام با اهمیت یاد میشن، یا حاصل یک اندازه‌گیری جمع یک رقم مشکوک را به نام ارقام با اهمیت میگن. در مورد ارقام با اهمیت چهار نکته در مورد تعیین ارقام وجود دارن. اولین نکته‌ای که ما در جلسه درسی قبلی در موردش خواندیم، گفتیم ارقام خلاف صفر همگیشان با اهمیت هستند. ارقام خلاف صفر با اهمیت هستند. و دومین شرط در بحث ارقام با اهمیت، گفتیم صفرها با اهمیت نیستند. اما در مورد صفرها دو استثناء وجود داشت. اولین استثناء، صفرهای بین ارقام مهم بود، بین ارقام مهم، که اینا میشن از جمله صفرهای با اهمیت. و دومین استثناء، صفرهای سمت راست ارقام با اهمیت، که این صفرهای سمت راست هم شامل ارقام با اهمیت میشد. خب حالا میایم در سومین شرط ارقام با اهمیت، و در سومین شرط ما یک نکته خیلی ساده دیگر را اضافه میکنیم. میگیم در عدد نویسی علمی تعداد ارقام مهم نظر به عدد A تعیین می شود. دقت داشته باشید. ما در بحث عدد نویسی علمی گفتیم ارائه یک عدد به شکل A ضرب ده بنمای N است. اما ما و شما در عدد نویسی علمی تعداد ارقام مهم را صرف نظر به A تعیین می کنیم. مثلا ثابتی داریم به نام ثابت سرعت نور، 3 ضرب 10^8 متر بر سیکن. ثابت دیگه ای داریم به نام ثابت ساحه مغناطیسی یا ایپسیلون صفر که میشه 8.85 ضرب 10^-12 فاراد بر متر. یا ثابت دیگه ای به نام ثابت کولم که مساوی میشه به 8.99 ضرب 10^9 نیوتن متر مربع بر کولم مربع. اولین نکته ای که در اینجا مهم است این است که نظر به واحدات تعداد ارقام با اهمیت تعیین نمیشه. در عدد نویسی علمی نظر به ده بنمای N هم تعداد ارقام با اهمیت را تعیین کرده نمیتونیم و صرف تعداد ارقام با اهمیت در عدد A وجود داره. در سرعت نور عدد A 3 است، صرف یک رقم با اهمیت داره. گفتم میتونیم یک رقم مهم. در ثابت ساحه مغناطیسی ما 8.85 را شامل ارقام مهم میگیریم، سه رقم مهم. و در ثابت کولم 10^9 نشان دهنده تعداد ارقام با اهمیت نیست، صرف ضریب A که ما گفتم میتونیم سه رقم مهم. این بود سومین شرط در تعداد ارقام با اهمیت. در عدد نویسی علمی تعداد ارقام مهم یا با اهمیت نظر به عدد A تعیین میشه، یعنی 10^N در تعداد ارقام مهم نقش نداره. حالی بود از سومین شرط. میریم در چهارمین شرط ارقام با اهمیت، شرطی که در فرم کنکور هم سوالات متعددی داره اما سوالاتش بسیار آسان و ساده است. دقت کنید، در چهارمین شرط ارقام با اهمیت میگیم راستترین رقم مهم دارای کمترین ارزش یا کمترین اهمیت است و چپترین رقم مهم دارای بیشترین ارزش است یا بیشترین اهمیت است. دقت کنید،
شما این بحث را در ریاضی هم در قسمت نامگذاری اعداد میخوانید. شما به هر اندازه‌ای که از طرف راست به طرف چپ برید، یک ها، ده ها، صد ها، هزار ها، ده هزار ها، صد هزار ها و عدد در سمت چپ کلان شده میرن. و از نظر اندازه‌گیری در فیزیک، هر چقدری که عدد در سمت چپ باشه یا کلان باشه اهمیت بیشتر داره و هر اندازه‌ای که عدد به سمت راست باشه یا کوچک باشه اهمیت کمتر داره. به صورت نمونه، ما در عدد 23635 در نظر میگیریم یا در عدد 15400 در نظر میگیریم یا در عدد 0.032 در نظر میگیریم. دقت کنید، اگر در این اعداد از ما بیشترین اهمیت خواسته شود، بیشترین اهمیت، ما چپترین ارقام تعیین میکنیم و اگر کمترین اهمیت خواسته شود، کمترین اهمیت، ارقام سمت راست تعیین میکنیم. حالا در عدد اولی بیشترین اهمیت مربوط رقم 2 است، در عدد دومی بیشترین اهمیت مربوط رقم 1 است و در عدد سومی بیشترین اهمیت مربوط رقم 3 است. چرا؟ چون صفرهای طرف چپ اهمیتی ندارن. و در قسمت کمترین اهمیت، 5 دارای کمترین اهمیت در عدد اولی است، 0 دارای کمترین اهمیت در عدد دومی است و 2 دارای کمترین اهمیت در عدد سومی است. خب، این بود از بحث ارقام با اهمیت. یک بار ایره جمع‌بندی میکنیم و به صورت کلی تکرار میکنیم. ارقام با اهمیت اعداد و ارقامی بودند که حاصل اندازه‌گیری را نشان میدن. در بحث ارقام با اهمیت 4 شرط وجود داره. ارقام خلاف صفر همگیشان با اهمیت هستن. شرط دوم، صفرها با اهمیت نیستن با استثنای این دو حالت، صفرهای بین ارقام مهم و صفرهای سمت راست ارقام مهم. سومین شرط، در عدد نویسی علمی تعداد ارقام مهم نظر به عدد ای تعیین میشه. و در چهارمین شرط، راستترین رقم مهم دارای کمترین اهمیت و چپترین رقم مهم دارای بیشترین اهمیت است. خب، این بود از بحث ارقام با اهمیت. اما در موضوع ارقام با اهمیت دو نکته‌ای که برای شما گفته میشه نکاتی هستند که در کتاب مکتب اشتباهاً ذکر شدن، اما سوال فارم کنکور هم از اونا شامل است. اما اون موضوعات را بعد از یک وقفه کوتاه خواهد داشتیم. خوش آمدید. دوستان عزیز، در بحث ارقام با اهمیت گفتیم دو نکته بسیار مهم در ارقام با اهمیت وجود داره. این نکات کدام هستند؟ اولین نکته یا نکته الف برای ما میگه اعداد یک رقمی، اعداد یک رقمی دارای کمترین و بیشترین اهمیت نیستند، کمترین و بیشترین اهمیت نیستند. خب، اهمیت نیستند. دقت داشته باشید دوستان، اگر ما یک عدد یک رقمی داشته باشیم مانند عدد 3 یا عدد 5، در اینجا گفته نمیتونیم که کدام رقم دارای بیشترین اهمیت یا کدام رقم دارای کمترین اهمیت است. پس به صورت ساده میگیم اعداد یک رقمی دارای کمترین اهمیت و بیشترین اهمیت نیستند. و دومین نکته‌ای که در کتاب اشتباهاً ذکر شده و سوالش هم در فرم کنکور شامله، میگه در اعداد غیر اعشاری، در اعداد غیر اعشاری صفرهای سمت راست، صفرهای سمت راست شامل ارقام با اهمیت هستند اما شامل کمترین اهمیت نیستند، شامل کمترین اهمیت نیستند. فرضاً اگر برای شما سوال بیاید در عدد 17500 کدام رقم کمترین اهمیت را داره، میگید در اعداد غیر اعشاری صفرهای سمت راست شامل کمترین اهمیت نیستند. یعنی اینی دو صفر شامل اهمیت های کم در نظر نمیگیریم، میگیم کمترین اهمیت مربوط رقم 5 است. مثالی که در کتاب مکتب گفته شده، یا در عدد 35300 اگر پرسان شود چند رقم با اهمیت وجود داره، میگیم 5 رقم با اهمیت. اما اگر گفته شود کمترین اهمیت، میگیم صفرها شامل کمترین اهمیت نیستند، رقم 3 دارای کمترین اهمیت است.
این دو نکته به هیچ وجه فراموشتان نمیشه چون سوال فرم کنکور از این نکات وجود داره. خب این بود بحث ارقام با اهمیت و ما در این قسمت تانستیم محاسبات علمی در فیزیک را ختم کنیم. محاسبات علمی شامل بحث عدد نویسی علمی، راوند آف و ارقام با اهمیت. خب بعد از این موضوعات میایم در یکی از موضوعات اساسی فیزیک، بحث اندازه گیری. موضوع اندازه گیری، دقت کنید، طبق تعریفی که از فیزیک داریم میگیم فیزیک علمی است که اساسش مشاهده، تجربه و مقایسه یا اندازه‌گیری تشکیل بده. پس به اساس این تعریف گفتم میتونیم که اندازه‌گیری یکی از اهداف یا اساسات فیزیک است. ما چرا فیزیک میخوانیم؟ به خاطری که بتونیم با استفاده از فیزیک شدت نور، مقدار قوه، توان، کار، انرژی یا تمام کمیت‌های طبیعت را اندازه‌گیری کنیم. اندازه‌گیری به صورت خیلی ساده به کدام شکل تعریف میشه؟ میگیم اندازه‌گیری مقایسه یک کمیت با واحدش است. مقایسه یک کمیت با واحد آن. به صورت نمونه، مقایسه کمیت طول با واحد طول که متر است، یا مقایسه کمیت زمان با واحد زمان که ثانیه است، یا مقایسه کمیت کتله با واحد کتله که کیلوگرم است، به نام اندازه‌گیری یاد میشه. پس اندازه‌گیری مقایسه یک کمیت با واحد اونمو کمیت است. در بحث مراحل اندازه‌گیری همیشه شما برای اندازه‌گیری باید سه مرحله را در نظر داشته باشید. مرحله اول تعیین کمیت است. تعیین کمیت، ابتدا زمانی که یک جسم یا یک کمیت برای شما به هدف اندازه‌گیری داده میشه، شما باید بتونید کمیت را تعیین کنید، نوعیت کمیت را مشخص کنید. دوم تعیین واحد. تعیین واحد، واحد درست را برای اندازه‌گیری کمیت باید انتخاب کنید. و سومین مرحله مقایسه کمیت با واحد. مقایسه کمیت با واحد، به صورت نمونه، اگر کسی از شما پرسان کنه ارتفاع یک صنف درسی چند است، شما ابتدا تعیین کمیت میکنید، ارتفاع کمیت طول است. دوم تعیین واحد میکنید، برای اندازه‌گیری طول واحد درست واحد متر است. و بعد از او هم مقایسه کمیت با واحد، وقتی اندازه‌گیری میکنی میبینی بلندی صنف 3 برابر یک متره، پس گفتم میتونی حاصل اندازه‌گیری ارتفاع صنف را 3 متر نشان میده. خب پس ما در بحث اندازه‌گیری دو اصطلاح را همراهش زیاد سر و کار داریم، بحث کمیت و بحث واحد. ابتدا ما کمیت‌ها را معرفی می‌کنیم. دقت کنید، کمیت و کیفیت. خب این دو نام را شما زیاد شنیدید، کمیت‌ها چی‌اند و کیفیت‌ها چی‌اند. ما می‌گیم کیفیت‌ها خواصی از ماده که غیر قابل اندازه‌گیری باشند، یا خواص غیر قابل اندازه‌گیری ماده. غیر قابل اندازه‌گیری، به صورت نمونه رنگ، بوی، جلا، اینا از جمله کیفیت‌های ماده هستند که قابل اندازه‌گیری نیستن، صرف حالت یا شکل ظاهری ماده را تعیین می‌کنند. و دوم بحث کمیت‌ها، کمیت‌ها خواص قابل اندازه‌گیری ماده هستند، خواص قابل اندازه‌گیری، به صورت نمونه کتله، زمان، طول، کثافت، حجم، وزن، اینا از جمله کمیت ها هستن. چرا؟ چون قابل اندازه گیری هستن. خب حالا دقت کنید، کمیت ها به صورت عموم در فیزیک به دو نوع تقسیم میشن. اول کمیت های اصلی که به نام کمیت های اساسی یاد میشن، و دوم کمیت های فرعی که به نام کمیت های اشتقاقی یاد میشن. کمیت‌های فرعی یا کمیت‌های اشتقاقی. خب وقتی ما می‌خوایم این کمیت‌ها را تعریف کنیم، کمیت‌های اصلی دارای 3 نکته اساسی هستند. نکته اول، این کمیت‌ها تعریف مستقل یا تعریف جداگانه دارند، یعنی هر کمیت به صورت جداگانه و مستقل معرفی و تعریف میشه. دوم، بین این کمیت‌ها رابطه متقابل وجود نداره،
یعنی ما برای کمیت‌های اصلی کمیت‌های دیگر را با هم ترکیب نمی‌کنیم، رابطه بینشان نیست. و سوم، تعداد کمیت‌های اصلی در فیزیک به صورت مشخص 7 کمیت است. به صورت مشخص 7 کمیت. دقت کنید دوستان، کمیت‌های اصلی یا اساسی تعریف مستقل دارند، رابطه متقابل ندارند و تعدادشان به صورت مشخص در فیزیک 7 کمیت است. اما در بحث کمیت‌های فرعی یا اشتقاقی دقیقاً نکات برعکس کمیت‌های اصلی گفته میشن. یعنی کمیت‌ها تعریف مستقل ندارن، بینشان رابطه متقابل وجود داره، و تعداد از اینا هم در فیزیک بی نهایت است، تعدادشان نامعین. تمام کمیت ها غیر از 7 کمیت اصلی از جمله کمیت های فرعی هستند. خب ادامه کمیت های اصلی را بعد از یک وقفه کوتاه خواهیم داشت. خوش آمدید دوستای عزیز. دقت کنید، ما در بخش قبلی موضوع کمیت های اصلی و فرعی را معرفی کردیم. کمیت های اصلی تعریف مستقل دارن، رابطه متقابل ندارن، تعدادشان 7 کمیت. و اشتقاقی یا فرعی تعریف مستقل ندارن، رابطه متقابل دارن و تعدادشان در فیزیک نامعین است. خب حال دقت کنید، کمیت های اصلی در فیزیک کدام هستن و کمیت های فرعی کدام هستن؟ کمیت های اصلی و فرعی. اما قسمی که ما گفتیم تعداد کمیت‌های اصلی در فیزیک 7 تا هستن، این کمیت‌های اصلی را در فیزیک نام می‌گیریم، اصلی یا اساسی. خب ببینید دوستان، کمیت‌های اصلی در فیزیک یعنی 7 کمیت ها. اول کمیت طول، دوم کمیت کتله، سوم کمیت زمان، چهارم درجه حرارت، پنجم مقدار ماده، ششم شدت روشنایی، و هفتم شدت جریان برق، اینی 7 کمیت را به نام کمیت های اصلی یا اساسی میشناسن. طول، کتله، زمان، درجه حرارت، مقدار ماده، شدت روشنایی و شدت جریان برق. غیر از این 7 کمیت، هر کمیت دیگه ای که برای ما نام گرفته شوه شامل کمیت های فرعی یا اشتقاقی هستن. خب ما تماما در فیزیک کمیت های فرعی را میخوانیم، اما چند تا از کمیت‌های فرعی را به صورت نمونه در اینجا معرفی می‌کنیم. به صورت نمونه گفتم می‌تونیم سرعت یک کمیت فرعی یا اشتقاقی است. چرا؟ چون از نسبت دو واحد اصلی به وجود میان، طول بر زمان. یا گفتم می‌تونیم قوه یک نمونه از کمیت فرعی است. چرا؟ چون از حاصل ضرب دو کمیت کتله و شتاب دریافت میشه. کتله و شتاب. یا گفته میتونیم فشار یک نمونه از کمیت فرعی است که از نسبت قوه بر مساحت دریافت میشه. یا تمام کمیت هایی که به این شکل از تقسیم کردن یا ضرب کردن کمیت های دیگه به وجود بیان به نام کمیت های فرعی یا اشتقاقی یاد میشن. خب این بود از بحث کمیت ها. حالا میایم در موضوع واحد و واحد را معرفی میکنیم که واحد برای اندازه گیری از کمیت ها چه قسمی تعریف میشه. در قسمت معنی لفظی واحد ما میگیم واحد در زبان عربی به معنی یک است. و واحد در فیزیک معنیش چی است؟ واحد به این شکل تعریف میشه. میگیم واحد مقدار مشخص یک کمیت است. که برای اندازه‌گیری همان جنس کمیت استفاده شود. خب به صورت نمونه ما
اگر واحد طول رو در نظر بگیریم، واحد طول متره. متر چیست؟ متر خودش یک مقدار مشخص یا تعریف شده از طول است که برای اندازه‌گیری دیگه طول‌ها از متر به صورت واحد استفاده میشه. یا مثلا کیلوگرام رو گفتم میتونیم واحد کتله است. خود کیلوگرام چیست؟ مقدار مشخصی از کتله که برای اندازه‌گیری همون جنس کمیت یا کتله‌های دیگه استفاده شود. یا ثانیه چیست؟ مقدار مشخص از زمان که برای اندازه‌گیری متباقی زمان‌ها از او استفاده شود. پس واحد مقدار مشخصی یک کمیت که برای اندازه‌گیری همون جنس کمیت استفاده شود. واحدات به طور عموم مانند کمیت‌ها تقسیم میشن به دو نوع. واحدات اصلی و دوم واحدات فرعی. ببینید، واحدات اصلی برای اندازه‌گیری کمیت‌های اصلی استفاده میشن و واحدات فرعی طبق همون نامی که دارن برای اندازه‌گیری کمیت‌های فرعی استفاده میشن. خب این واحدات اصلی کدام ها هستن؟ دقت کن، 7 کمیت اصلی داشتیم. برای هر کمیت اصلی یک واحد اصلی. پس مجموعاً گفتم میتونیم 7 واحد اصلی در فیزیک وجود داره. برای اندازه‌گیری طول، واحدی که تعریف شده واحد متر است که با سمبول M نشان داده میشه. برای اندازه‌گیری کتله، واحدی که وجود داره کیلوگرم است که با سمبول کجی نشان داده میشن. برای اندازه‌گیری زمان، واحدی که استفاده میشه ثانیه است که به صورت مخفف SEC یا سیکن نام مانده میشن. برای اندازه‌گیری مقدار ماده، واحدی که وجود داره مول است که نام کامل MOL نوشته میشه. برای اندازه‌گیری درجه حرارت، واحدی که وجود داره کالوین است که با کی کلان نشان داده میشه. برای اندازه‌گیری شدت روشنایی واحدی که وجود داره کاندلا است که به صورت مخفف با حروف C و D نشان داده میشه. و برای اندازه‌گیری شدت جریان برق، واحدی که وجود داره امپیر است که با ای کلان نشان داده میشه. خب و واحدات فرعی برای اندازه‌گیری کمیت‌های فرعی وجود دارن و برای هر واحد فرعی چندین تعریف مختلف وجود داره. به صورت نمونه، ما در بحث واحدات فرعی میایم واحد سرعت رو معرفی میکنیم. واحد سرعت، میفهمین که سرعت از نسبت طول بر زمان دریافت میشه و واحد سرعت هم میشه نسبت واحد طول بر واحد زمان. واحد طول متر، واحد زمان ثانیه. پس واحد سرعت میشه متر بر ثانیه. واحد بعدی، واحد قوه. شما میفهمید که قوه حاصل ضرب کتله در شتاب است که واحد قوه هم میشه حاصل ضرب واحد کتله در واحد شتاب. پس ما به صورت عموم واحدات را به این شکل تعریف میکنیم: مقدار مشخصی یک کمیت که برای اندازه‌گیری همون جنس کمیت استفاده شود. واحدات مانند کمیت‌ها به دو نوع هستند، اصلی و فرعی. برای کمیت‌های اصلی واحدات اصلی استفاده میشه و برای کمیت‌های فرعی واحدات فرعی. خب دقت کنید، امروز ما بحث اندازه‌گیری را خواندیم. اندازه‌گیری مقایسه یک کمیت با واحدش است. کمیت‌ها را خواندیم که به دو نوع اصلی و فرعی معرفی کردیم، تقسیم بندی کردیم. و بعد از اون بحث واحدات را خواندیم که برای اندازه‌گیری کمیت‌های اصلی و فرعی استفاده میشن. خب ادامه از این بحث‌ها را انشاءالله در جلسه بعد با هم خواهیم بود. تا درود دیگر، بدرود.